انا اگر در یا دوشا باشه سال 97 98 مردم یراق در دست بودن، امروز الحمدلله در داخل تاجیکستان دیگر کسی یراق بر دست با کسی ظلم ستم نمیکنه. گوشونه چوپلوس، تو برای نام فهمیدن تو باید تاریخ خونی، تو باید ادبیات خونی. ما موضوع گذاشتیم که راجع به وعده های امام علی رحمانوف که از سالی که این سر قدرت آمد چی وعده های رحمانوف برآورده شده و نیازهای مردم کدامش برآورده شد. شما در این چیز چی گفتنی هستید؟ اولین کاری کرد وقتی اومد سر قدرت قسم یاد کرد و در قسمش صادقانه انا امروز و وطن از یک جامعه که جنگ جدال بود، خونریزی بود، از همون جامعه به یک دنیای تبدیل داد که الحمدلله دیگر در نیمه شب هم انسان آزاد است، نمی ترسه، می رود در روز هم دیگر انسان آزاد است. اگر شما که از ما کلانتر هستید در یاد دارید سالهای 97 98 تا 2000 بعضی از بنام مخالفینه که انا یراق در دست داشتن فقط با واسه یراق دخترهای تاجیک زنا میکردن، دخترهای انا تاجیک به قتل میرسوندن. الحمدلله که امروز دیگر این چیزها نیست و همیش برای ملت کفایه است. تمام تمام بست برادر دو خونده، سلام علیکم، بفرمایید گوری دیگر کو در گفته های این برادر چی گفتن؟ درود درود به کل مردم و مردم مخصوصا مهاجران اجباری. برای چی من اجباری میگم؟ برای که اکثریت ضرور اومدگی هستند، با خواهش خود نیست، مجبور اومدگی هستند از نگذشتن مثال روز زندگی. برادر میگه که از روزی که اومد با ما صلح آورد و وحدت آورد و دیگر آورد، آبادی آورد. این گپ رو بارها فهمیدیم از زبان خودم، از زبان دیگر هم. او را برادر آوردنش، خارجی ها آوردن، ماندنش تمام، میسیوی ها تمام شد، باقی ماندش علاقه و همون مقصد و هدفی که خارجی ها داشتن همون را ادامه دورد. گوش کن برادر، گوش کن برادر، تو میگه که برادر دخونه من نزد بفهمارم. من گفتم که من صلح واسطه صلح شدن و کی صلح کرد و چخی صلح کرد نگفتم. شما گفته بعد اینه که انا با چی وعده هاش وفا کرد. من گفتم همون قسمی که خورد. انا اگر در یاد داشته باشه سال 97 98 مردم یراق در دست بودن، امروز الحمدلله در داخل تاجیکستان دیگر کسی یراق بر دست با کسی ظلم ستم نمیکنه. تمام بس، من گفتم ظلم ستم نمیکنه برادر. یک دقیقه ظلم ستم نیست. اگر که ظلم ستم نباشد برادر، یک سال قبل از این در زندان خوجند چند نفر مردمی زندانی مظلوم کشته شد؟ مردمی که در زندان هم یکون یراق ندارن، یکون چی ندارن، چند نفر کشته شد؟ این آزادی است؟ این آبادی است؟ این صلح و امنیت است؟ از این زیاد با ناعدالتی می شود نسبت مردمی خود، نسبت مظلوم ها، زندانی ها. شما گفتین که سلاح ها گرفت از دست مردم جمع کرد، سلاح ها بگیم که مردم ها خلی سلاح کرده. خب سلاح رفت در دست کسانی خورد که اونها دانه به دانه شکار میکنن. این برادر مثال آورد که در وحدت زندانیه که در وحدت اون کسایی که در وحدت در خوجند، برادر در وحدت در خوجند مردمی مظلوم همه روزه در اونجا استغنتاق میشوند، همه روزه اذیت میکشند، تحقیر میشوند، کشته میشوند. ما خبر نداریم از وضعیت مثال که برادرایی که در زندان هستند کی باید این را دفاع کند؟ جواب آقای آیت‌الله، یک دسیسه و اغوای بیش نیست. انا اون چیزایی که در وحدت در زندان خوجند رخ داد یه از جانب خود زندانیان بود. این خود وزارت کارهای داخلی برای شما شرح توضیح داد. همونهایی که در داخل زندان یک عمره سراغ گرفته بودن، همونها دیگر میدونستن که جای اونها دیگر یک عمره زندان است، دیگر یکانش پتیرت نمیکنن. خیستن چی کار کردن؟ انا یک بگیم کوشش کردن که بیرون شوند، با همون سال 90 را برای مردم بیارن که الحمدلله دیگر حکومت هم یک حکومت سالم که هست. انا نتونستن این کار کنن برادر عزیز، فهمید برادر جان؟ اما خیلی برادر عزیز باید صبر کن.
تو همو اندازه سوال جواب شو بگو. تو اومدین گفتین که خب اونجا زندانی ها بودن یک دیگر شون نکشتن، خب اومد تمام سوال جوابش گرفت. بو بعد از این شروع میکنی الحمدلله امروز حکومت ما یک حکومت انا که خلیفه مسلمان اومد اگر رحمون و فای خلاص همه تنج این طرفا به ما در کار نیست. شما همون منطقه ای که سوال برای شما داده شد همون جرا جواب شوگین با سوال دیگر نمیگذارید. انما ما سوال ما همین برادر دو خونده همه کی ان شاء الله خوشا مسلمان میگیره همین خیاسته با فکرم که مسلمان از همو رنگ و روش موننده مسلمان های با فکرم سوال اگر سوال تو از مسلمانی هر نزن تو سوال تو اگر بزن تو آیت نگاه کنین چه خیلی بازی میکنه خواه انشالله که مسلمان های خواه مسلمان های مسلمان نیست که این روش یک طرف مون تو در سوالات بگذار امروز ما مشکلات ها امروز مسیحی هم مشکلات داره بگم که یک آدمی زردوشت هم مشکلات داره بفرما سوال تا بتی خب همه برادر برای چی نام خود چه نمونده از درم جا برای چی نام چه نمونده است این نام از نامی که پدر برای اون مادر گوش کن گوش کن چپلوس تو برای نام فهمیدن تو باید تاریخ خونی تو باید ادبیات خونی فهمیدی تو یک چپلوسی تو یک مادر گوش کن تو تاخیر تو گوش کن تو گوش کن از همون نام سخن یک پدر نیست تو یک چپلوس هستی میفهمی چپلوس اصلا با تو صحبت کردن اصلا حرام است میفهمی برای که تو گپی روستا قبول نمیکنی اینقدر مردمی که قربان شدن و قربان شده ایستادن تو اونا را تو اونا را آدم حساب مسلمان حساب نمیکنی گویا که تنها تو با همون خواجه هایت مسلمان هستی باقی همه مسلمان نیست یا که تاجیک نیست آیات آیات ایزو گوش آیات مثلا نگاه که سوالی غیر منطقی این نامی خودش سوال غیر منطقی نیست یک لحظه صبر کن صبر کن اخی نام خودش را گذاشته است نام دیگر را گذاشته است مشکلات این چی نمود سوال است این به حکومت به مشکلات امروزه چه رب داره حسین برادر عزیز ببین آید شما همین ترتیبی بحث نمیدونین ما گفتم که سوال بتین شما چی به نام خچ نمود است آخه مشکلات این نیست شما سوالی که راجع به قضیه و وضعیت امروزه تاجیکستان باشه کمایلش خب رفته و همین نامش هر چی که گذاشته باشه این چهرش معلوم است، چهرش آشکار است. خب اگر برای حکومت نامی همین انسان لازم باشد، این را در مبین یک ساعت پیدا میکنن. مهم چهره است. برادر، همین چاپلوس را بگوش که همین رحمانوف نامی مرا میدوند. بسنده است. رحمانوف نامی مرا میدوند. این چاپلوس، این چاپلوس است. این چاپلوس است. برای چی من فکر کردم که تو صبر داری به صبر که من مقصد از این سوال دادن به خاطر یگان مقامات نبود بلکه هم تو یک مسلمان خواستم بفهمم که اون نامی که برای تو پدرت گذاشتگی تو شرم داری آیا تو از همون خونی همون پدرت چیدگی هستی یا نچیدگی هستی من به همین خود در سوال دادم اگر که شرم بداری مشکلی نیست بگو شرم دارم نام چوپلوس چوپلوس اینجا گپ بسر نام نمی رود اینجا موضوع دیگر است اینجا موضوع دیگر است بس اولیدی نام نمی رود نصب نمی رود اینجا موضوع دیگر است موضوع ملت است دولت است دیگر است حقوق است تو بنام چیکار داری خب آیت ببین نام شاید یک طرف بگذار وعده دوم سوال خبت من جواب میگم سوالی من جواب ندادی سوال دفته دویدی موضوع جواب میگم ای آدم بوش دارم سوال تو خیلی نامی نامی همی آدم عبدالرحمن تمام مثلا سوال شد جواب شد گرفت شما بگین که وعده دومه که رحمانوف و یک وعده دیگر شد بگین که رحمانوف به وعدهش وفا کردگی است در سالی گذشته برای مردم وعده دادگی است به وعدهش وفا کردگی است که امروز باز وعده هاش زیاد شدگی هست وعده دیوم شد بگین وعدهش این بود که سالی گذشته عینن یک سال قریب که یک سال پیش وعده داد که ما ملت تاجیک با یک جایگی مبارزه با کرونا ویروس میبریم و کرونا غالب میاییم الحمدلله که از جانب وزارت تندرستی و از جانب دیگر مقامات هایی که در خارج کشور هستند و از زبان خیلی پیشوای ملت هم امروز معلوم شد که دیگر کرونا ویروس در تاجیکستان وجود نداره غالب اومده نه وعدش وفا کرد خب غالب اومد درست است؟ غالب اومد بله غالب اومد امروز کرونا ویروس که در تاجیکستان وجود نداره کدام دارو را کشف کردن؟ کدام واکسین را کشف کردن؟
از گوش کن، مهم کدام دارو و کشف کردن نیست، مهم از جهت همون دستور و سپارش هایی که داد انا رعایه کردن و از بگیم مبارزه بردن و همون وعده هایی که داد با یک جایگی با تمام مقروض در بس دیگه اصول نره که دیگه اصول نره بیست کن یک زمان این روز کرونویروس دیگه در تویتون وجود ندارد. مگر ما بگیم که مگر این طرح محدود این همین خودی تو انا من خودی تو از کرونا ویروس زیادتر ضرر داری به ملت میفهمی تو چرا؟ یک لحظه ببین، وقتی که سوال میدادیم مشکلاتی که بین قرغیزستان و بین قزاقستان شد، یک عده وقتی که مبارزا گفتن آخی این باید کجا است که اون کسایی که حمایت از سرزمین میکنن، کنی اون کسایی که در سینه مش میزنن که ما وطن دوستیم، امروز وطن ما را داخل شدن، قرغزا آمدن یک منطقه را گرفتن، خلاصه پراندن، مردم را قتل کردن، گشتن رفتن، و امروز بگم که حکومت دارا همش خاموشن، حتی او کسایی که خیستن از سرزمینشون حمایت کردن اونا را اشتراف کردن. بعد از طرف آدمای رحمروف خلاصه یک عده چوبروسا برآمدن، مبارزا را سنگ زدن، گفتن که اونا اغوا میدوزن و میخواهن بین این دو ملت جنگ بدوزن. ما گفتیم که اون مسئله را چی بخ حل میشه؟ گفت مسئله حل شد. چی خل شد؟ رفتن در اوجه گفتن همین قزمینه که هستم ایرش ما بگیره دیگه مقصد ما را غم نتی. این مسئله به این شکل حل شد. همین الان هم میگه که بگم که آخین خب حکومت رحمانوف بالای کرونا ویروس خب غالب اومد. خب مرحمت بفرما کدام واکسین کشیدن اینو؟ کدام اختراع کردن که اینو بر ضد کرونا ویروس شد؟ میگه که خب مهم واکسین نیست. مهم هم چند آدمی که مرد یا کم تر بگیم که همون سکارس پایان شد، این غالبی آمدانی حکومت رحمانوف است. برادر یکون تحلیل نیست، یکون تحلیل نیست، یکون تبابت نیست، یکون دستگیری به مردم نیست. ما چند نوار رو دیدیم اون مردمی که به این بیماری گرفتار شدن تنها با کمک خود با قرض و دیگر از همین کسل اکثریت نجات یافتن. اون نفرانی که مثال بندگی کردن از جانب حکومت، من چند نواری که تماشا میکنم یکون نفر گفتست که ما تبابت گرفتیم، دستگیری گرفتیم از جانب حکومت، گرچه که در کشورهای خارجی برای مردم تاجیکه برای کشور چقدر مبلغ فرستادن، چقدر دارو واری فرستادن، این همش از نام حکومت مثال به مردم تقسیم میشد. در یگون گفته نشد است که در یگون تلویزیون تاجیکستان که از جانب یگون کشوری همسایه یا که یگون خارجه همین کمک بشردوستانه وارد شد، ما همینا به مردم تقسیم میکنیم، هم از نام حکومت میشه. اکثریت همون دوروواری با دوزیده می شود، با مردم فروخته می شود. این یکون مقامات برادر ندارد نمیکنه، هست هم نفرانی که در حکومت این چیزا را می دونن، نیکی امکانات برامده گفتن ندارن. برادر این چیز معلوم است، علاقه میگن اون چیزی که ایان است حاجت با بیان نیست. از همون روزی که به حکومت آمد، از همون روز تا حال دروغ است، فریب است، سفسطه است. اون چیزی که در پیاموش میگه برادر، او همه چیزی کهنه است، او چیزی دروغ است، او یکون فکت و رقم اساسی قانونی ندارد. او را همون مشاوراش تیار میکنن از روی همون کاغذ تیار شده آماده شده برآمد میکند، با همون هم در همون هم اشتباه میکند، گرچند یکو پیشکور چند بار تکرار میکند میخونه. من اطمینانی کامل دارم که اگر همون نوشته ها نباشد، به کاغذ بدون قوغش، او در هر یک سخنش اشتباه میکنه، یک لحظه. خوب به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میگم به همه برادران مهاجر، به همه برادران تاجیک که امروز صدای برادرشون ای کلوب میشنون و طرفدارای شما را گفتن که طرفداری کی را میکنیم. الحمدلله طرفداری همین حکومت هم میکنم. و روزی که زنگ زدین، ببین یک لحظه، روزی که زنگ زدین شما با کدام نیت زنگ زدین؟ زنگ زدین گفتین که برادر ما یک شهروندی جمهوری تاجیکستان از جامعه شهروندی، باز شما چی گفتین برای ما؟ گفتین که برادر با فکر نکنی که ما را یکم کس فرمان دادگی است. دین روز در برنامه صدای مردم به فکرم شما زنگ زده بودین و در اوجه هم خودتون به فکرم کدام دکتر گرفتین و فیلولو گرفتین و امروز هم بازم دوباره اکنون دیگر به آشکار پوسکنده گفتین که ما از رژیم رحمانوف میخواهم که دفاع بکنم. خب اصلا یگان گپی خطا نگفتم. خوب کردی، هیچی من مشکلی ندارم با این چیز. خب هدف
فقط یک چیز است. طرفی مقابل باید معین شود. شما طرف مقابل معین که باشه شما با چهره آشکار میایین. طرف مقابل در استودیو شما را انتظار داره. خب طرف مقابل آیا آواز ما را میشنوه؟ صدای ما را میشنوه؟ بله بله برادر ما صدا تا میفهمیم. خدامون سیموت یک نشان تبینیم. یک عکس تام روان که در اینجا در استودیو ما بگذارم برای مردم. خب بیا من طریق صدا گوزنم خیلی خوبتر برای من. شما مادامی که طرف مقابل ببین ده مادامی که طرف مقابل گفتین طرف مقابلتون با چهره آشکار آمده است در استودیو منتظر است. هدف دیدن چهره من است. هدف پاسخ گردوندن به سوال هایی که امروز مردم به همو سوال ها جواب کفته است. خب هدف نه گپ دور نبر. هدف این که چی بکی در مقابل اون کسی که با چهره آشکار گپ میزنه، اون هم از جامعه شهروندی یک انسانی که عادی است، اون نه گروهی 24 است. برادر شما گروهی 24 این کیین؟ شما مثلا با گروهی 24 یکون ربطی دارین؟ من برادر میگن گر بپرسن از کجای تاجیکم آفریدگارم خدایم تاجیکم. من تاجیک هستم، تاجیکستانی هستم برادر. من طرفی حق هستم، طرفی عدالت هستم. کجایی که عدالت حق هست رودمردو هست برادر، من در همونجا هستم. من در بین شغل و در بین پدخلی ملاشخور نبودم برادر و نخواهم بود. بفرما برادر. خواهش میکنم که بیاین اخلاق انسانی را نگاه بداریم، به عزت نفس رسیدن ای علامت شعرمردی نیست. اگر علامت شعرمردی، اگر که تو شعر باشی در میدان برو خودت نشانته. تو در رود پرده کشیده است مثل عروسا، هیچ خیلی جوانمردی است. وقتی که می برای صدا برو برادر گف زنیم و به تو دشمن نیستی. گوش کنه برو برادر، بینیم سیموتا تو کی هستی، از کجو هستی، در کجو کار میکنی. شما ما را میگن به ایزار پوچکنده را میخنده، همه خیلی راست میگن. شما میگن که درسی جوانمردی ما را نشان داده است. تو که جوانمرد باشی، این برادر جوانمرد در استودیو آشکار آمدگی است. بفرما آشکار بیاین، زنگ بزنین و در استودیو صحبت کنین، وگرنه این چیز تحقیر نکرد شما را. اگر شما گوشی خوب داشته باشین شما را تحقیر نکرده. من خوب متوجه شدم که این چی گفته. خوب اگر که متوجه که باشین، هدف اساسی شما یعنی که دیدن چهره ما آیا عصبی که ما نشیده است. میشه برادر، میشه و دهانه نکن میشه. نه هیچ مشکلی نیست. هیچ مشکلی ندارد. شما فقط، من همون روزی که شما را پیوست کردم گفتم که شما میکروفون تونه و کامرا تونه خاموش کردگی هستین. شما همون را گران کنین کار میکند. از همین خاطر شما صورتونه پرتوین و صورتونه در استودیو بمونم. چیت قبول ها یک دقیقه بس. همین شعرمردی که امروز از ادعا کسی که دادر تو بروختن نشانته، ما چهره ایت را بینم. من برادر من 100% گپش را قبول میکنم به یکان چی. فقط پیشنیاد من همین است، سخن من همین است که بیاید یک در از احترام قطعی. من سوال میتونم جواب میگیرم، سوال تاییم من جواب میتونم. مرحمت برادر، مرحمت سوال تا بته، اما چهره تا نشانته بته سوال تا. یعنی که باز هم برمیگردی سر چهره. برای من 3 دقیقه وقت جدا کنید. 3 دقیقه وقت. حاضر من میدونم چی نستروی که چیزی که باشم. من درک شما، من آواز من میبرورم. خیلی خوب. صورت من میبرورم. من انشالله من قطعی شما من روزا رو گم میزنم انشالله. خب. بگی اجازت، بگی برادر اجازت، بگی مسئلت کن بعد آباد چهره در این شده. ما حتما. من از کی اجازت بیرم؟ از بادارت. نفهمیدم. از بادار. کسی که شما را فرموده است که با اینها تماس بگین و نمایندگی از حکومت بکن. از همون کسی که والله قسم اگر با اراده خودم زنگ نزده باشم تا به سحر نباشم، لیکن من با اراده جوانمردیم زنگ زدم. خیلی خوب، با اراده جوانمردی دین روز گفتی که من از جامعه شهروندی من منتظر شما هستم. وقتی من قیز زوینه میکنم، این برادر دین روز تماس گرفت و گفت که من از جامعه شهروندی هستم، من به هیچ کسی کار ندارم، نه از شما هستم نه از اینا هستم و می خواهم که در برنامه شما صحبت کنم و خلاصه به همین شکل. من گفتم مشکلی نیست، سیلکه را برای آموزاندم، گفتم که ما شما را منتظر هستیم، اما متاسفانه اصلا داخل نشد. بعدا امروز هم باز تماس گرفت، گفت که من راستی من می خواهم که از حکومت دفاع کنم. مرحمت برادر، مرحمت. حکومت حکومتی باید همه باشه، یک دو نفر یک اولاد نه.